تمام قارینای افغانستان که هست به صورت عموم از پشم گوسفند درست میشن و این پشم هم که از انواع مختلف و از نقاط مختلف اینا میگیرن و بهترین پشم که در افغانستان ما راستی از او زیادتر استفاده میکنیم پشم مناطق مرکزی افغانستان است که مناطق هزارجات و غزنی و اینا است. پشم که ما بر قالینای خود استفاده میکنیم از اینجا خریداری میکنیم و این پشم که میگیریم توسط عموما توسط زنها اینا ریشته میشن توسط دست که راستی یک مدت و زمان میگیره که تای تمام پشما رو ما آماده بافت بسازیم. تقریبا یک مدت زمان به کار داره که تای همه پشما ریشته میشه و عموما در تقریبا یک زن میتونه در حدود 5 تا 7 کیلو رو در یک روز بریشه و عموما ما در حدود $1.25 در هر کیلو بر ریشتن از پشما ما میتونیم. قرار که میبینین فرضاً پشما ریشته میشه دوباره اینا همش توسط دست کلاوه میشه و آماده انداختن به دیگ رنگ که راستی این کار است که همه تمام قالینای ما که ما میبافیم هیچ کدامش یعنی روی ماشین کار نمیشه، تمامش همش کار دست است. این پشما را درست کلاوه کردن همش آماده شد، این فقط میره به دست رنگریز. رنگریز اینا آدم های راستی ما استاد کار میگیم و اینا متخصصین هستن که از پدر و پدر کلان به اصطلاح این کار یاد گرفتن و میفهمن که چه قسم اینا پشم رنگ کنن و هر رنگ از خود یک فرمول بخصوصی داره و رنگایی که ما استفاده میکنیم برای قالینا تمامش رنگای گیاهی یعنی نشرال دای است و هر رنگ از خود گفتم یک فرمول به خصوص داره و باید وزن شوه و به مقدار اینا به اصطلاح اندازه کرده و به دک استفاده میکنم. هر رنگریز از خود چندین شاگرد داره که شاگردا باید یک مدت بسیار طولانی کار کنه تا خود از اینا استاد شد و قراره که میبینین فرضاً این رنگای ما که هست مثلا هر رنگ ما شیدای بسیار مختلف داره و هر شید رنگ از خود یک فرمول بخصوصی داره که این خود استاد کار میفهمه که چه قسمی پشماره رنگ داره. این رنگ هایی که ما در قالینای خود استفاده میکنیم به صورت عموم رنگ گیاهی است یا رنگ طبیعی برد بگویم که ما اضافه از پوست انار و پوست چارمغز و یک نبات دیگه است که به نام اسپرک میگن از او و از بعضی ریشه های نباتات ما این رنگ ها درست میکنیم و یک رنگ دیگه که درست میکنیم که غیر بسیار جالب است از یک قسم حشرات که در زیر پوست یک درخت مخصوصی خود بس لازم نگی میکنن از اونا ما رنگ سرخ درست میکنیم. یعنی به صورت عموم تمام رنگ ها رنگ های طبیعی است که ما استفاده میکنیم و فعلا که شما میبینین این رنگ که ما میکنیم متوجه اگه باشین خود پشم رنگ شده رو ما داخل دیک کردیم به این منظور که ما یک تکنیک دیگه داریم که یک رنگ از به نام رنگ استر میگیم که ما یک پشم دو بار رنگ میکنیم با دو شید مختلف، مثلا اول لایت روشن رنگ میکنیم بعد از او باز دارک ایره تاریکتر میسازیم
که یعنی وقتی که قالین از شست و از کار تمامش خلاص میشه، خود رنگ پشم دو حالت، دو رنگ و خصوص داره که با هم خیلی نزدیک است، اما فرق مثل یعنی به صورت اون میگن ابرش کالر، یعنی رنگ، دو رنگ بسیار با هم نزدیک در یک پشم که بسیار زراستی قالین خیلی قشنگ میسازه. اینجا که میبینین شعبه گراف ما که ما راستی استادای در اینجا داریم که برای تمام دیزاینایی که ما میبریم اینجا به دست از اینا میتیم، اینا روی کاغذ گراف رنگ‌آمیزی میکنن و آماده برای بافنده میسازن. دیزاینایی که من انتخاب میکنم عموما من از پارچه ها و از کپلاک ها و از قالین های قدیمی که بافته شده و اونا را اصلاح کرده به دست شعبه گراف میتونم، شعبه گراف اینا را دوباره در روی کاغذ گراف به رنگایی که باید استفاده شده روی قالین اینا را آماده میکنه و این را برای بافنده میتونم. ایست که بر بافنده بسیار آسان میشه کارش، میفهمه که کدام رنگ به کدام گل و به کدام دیزاین کار کنه. تمام تقسیم بندی یک گل و یک دیزاین قالین از اینمی شعبه گراف شروع میشه که گرافکش ما باید بسیار آدم متخصص و درستی باشه که تمام گلها را به صورت بسیار قشنگیش روی گراف بره. بعد از این که هست پردن تمام همه پشما که رنگ میشه و دیزاین ها و همه کارا که تمام میشه، پشمای رنگ شده امرای گراف برای بافنده داده میشه که البته ما همش روی وزن که میفهمیم در یک متر مربع چقدر پشم کار میشه، ما این را طول و ترازو میکنیم و امرای گرافش برای بافنده آمده. ما قراره که میبینیم اینجا اطفال روی پشت لوم نشستن و کار میکنن. ما 25 سال جنگ داشتیم در مابین افغانستان و اکثریت مردم ما پناهنده پاکستان و ایران و ممالک های دیگه شدن. اونایی که در افغانستان ماندن و خصوصا در پاکستان، ما تقریبا 5 میلیون پناهنده داشتیم در مابین پاکستان و کار دیگه نبود که اینا کنن و همین کار قالین بود که اکثریت فامیلا را به اصطلاح زندگیشان را نجات داد و یک آید بر از اینا آورد. امروز درست است در ممالک غربی ایزد حقوق و شرایط بشری است، اما در بین آسیا خصوصا در بین افغانستان که ما از نگاه اقتصاد خیلی زیاد ضعیف هستیم، ای از ابتدا تا به حال ای بوده و امروز امی اطفال بوده که در این مدت 25 سال به صورت تانستن امرای پدر و مادر خود کمک کنن و یک آید اضافهی برای فامیل خود بیارن و تا زندگی از اینا به صورت بهترتر شده بود. یعنی باشه. Thank you.
ما امروز میبینیم اطفال درست از کار میکنن، اما اینا مجبور هستن، بازم میگم مجبور هستن کار کنن تا زمان اقتصاد افغانستان به همین شکل باشه، تا پدر و مادرای از اینا درست یک کار حسابی نداشته باشن که یک عاید صحیح بر فامیل خود بیارن، اینا مجبور هستن کار کنن. سوزانیم به خاطر از اینکه پشت قالین یک قسم پخکا و تارای زیادگی داره و اینا، ما ایر توسط قیچی گرفته نمیشه، ما باید ایر توسط بسوزانیم، بعد از وان شروع میکنیم قالین برای شستن. اینجایی که میبینی صفحه شست ماست که بازم همه کار شست، هر چیزی که ما در قالین میکنیم تمامش توسط دست و قوه انسانی است که ما به کار میبریم برای از یک قالین. یک قالین 12 متره در حدود 7 ساعت وقت میگیره تا این قالین نرم میشه و پشمزی باز میشه آماده قیچی میشه، که این بچه هایی که هستن، بچه های ما این برزگر ها میگیم، برزگر هستن که اضافه تر این کار مردم شمال افغانستان، مردم ازبک ما و ترکمن ما این کار به این کار پروفشنل هستن کار میکنن، و راستی کار آسان نیست، خیلی کار مشکل است. و آخرین وقتی که پشم قالین همه کار از این نرم میشه و درست میشه، وادی آخر ما خود ما این قالین با نظر به قالین ما آخرین شست ما باید بر قالین بتیم، چون بعض قالین ها شست انتیک واشه به خود میگیره و بعضش میخواید که قالین جوانتر معلوم شوه، اما امروز بازار امریکا قالین یعنی انتیک نمار اضافه تر مردم خوش داره، که بازم ما از مواد کیمیو مواد طبیعی ما استفاده میکنیم برای شست قالین خود، که قالینا را مثلا کنن ما بسازه که ما پوست چارمغز و پوست انار را بازم استفاده میکنیم که قالین ما را شکل کنه تر میشه. بعد از اینا رو ما در آفتاب
سوار میکنیم تا خشک شوند و آفتاب خیلی تاثیر مثبت داره سر قالین، خصوصا سر نگه داشتن رنگ بسیار زیاد خوب است. هر قدر که قالین در آفتاب زیادتر مانده شود همون قدر بهتر است. و مرحله آخریش که هست مسئله قیچی قالین است که ما چون وقتی قالین از بافت و از شست اینا خلاص میشه هنوز هم پت قالین بسیار بالاست و برابر نیست و وادی آخر ما اینا را همشه قیچی میکنیم و با یک بسلا پت قالین باید مساوی باید باشه و اندازه قیچی نظر به هر قالین فرق میکنه. اگر ما قالین که میخواییم اضافه تر کنه تر و انتیک نما بسازیم قیچیش پخشتر میسازیم و بعض فرشای دیگه است قالین های دیگه است که ما او را کم پتش بلندتر میمانیم. این نظر به قالین خود قالین بسلا ما میفهمیم که ما کدام قالین هم به کدام اندازه قیچی کنیم، چون یه مسئله قیچی هم که هست یعنی بسیار زیاد یک مرحله مهم است در قسمت کار قالین. و حالا فکر میکنم بچه ها بسیار خسته شدن و وقت نان چاششان است، نان میخورن و کلشان خسته هستن، مثلا اینا یک ساعت وقفه دارن در بین کار. بعد از آن مسئله کشگری قالین است، چون قالین تمام قالین های ما که هست کار دست است. امکان داره یک اینچ دو اینچ وصلا از بر یا از درازی خود تفاوت داشته باشد که ما توسط قالب و یا کشگری ایره ما دوباره اندازه هایش را درست می سازم که یا خودشان باید که می بینین نفرهای که اینجا کار میکنن کل از اینا متخصص همی کار هستن، یعنی هر کس این کار کرده نمیتونه، خود از این یک رشته علایده است در قسمت قالین بافتن و صنعت قالین. کسایی که اینجا کار میبینن سال هاست که نمی کارشان است. در این قسمت کار که میبینه ریشه های قالین که هست باز است، ما تمام ریشه های قالین که باید پس دوباره گره بزنیم که در آینده ای پت قالین نبره بیرون. و در اینجا باز ما نفرهای مخصوص تربیه کردیم که این کار کنن و همچنان وقتی قالین تمام میشه خصوصا از شست که میبره لبکه های قالین خراب میشه، چون شست ما گفتم برای شما که تقریبا 7 ساعت دوام میکنه تا یک قالین شست اولش تمام میشه. وقتی که قدر برس میخوره حتما لبکه های قالین خراب میشه، پس اینا دوباره اینا رو ترمیم میکنن و همچنان بعضی قالین ها اکثریت قالین ها فرزند پوتلغاش قالین اینجا که میبینین سفیدی هایی که میبینی از پوتلغاش قالین است که برامده بیرون، اینا را باید تمام از اینا را ما پاککاری کنیم و توسط قیچه های مخصوص توسط کارگر های مخصوص اینا این کار انجام میفه و این سفید بسلا سفیدکی های قالین کلش گرفته میشه. نگه اینمی مرحله آخری بود که براتون گفتم که قالین از هر نگاه آماده است، پاک است و آماده فروش است.
رحمتی مالک کارخانه قالین بافی رحمتی در کابل افغانستان که خودم باشنده لس آنجلس هستم و شما در قسمت های اول دیدین در افغانستان که ما به چی شکل این قالین ها را درست میکنیم و حالا قسمت آخر کار ما را میبینین که ما این جنس ها را و این قالی ها را میاریم به نقاط مختلف دنیا خصوصا در مابین امریکا که ما یک قرارداد داریم با این کمپانی که فعلا شما مشاهده میکنین کمپانی کاروان است که ما بر از اینا به صورت عمده میدیم و اینا به صورت عمده بر دیگر فرش فروش های داخل امریکا این فرش های ما رو میفروشن. کاتالاگشان است که تمامش فرشای ماست با رنگ‌های مختلف با دیزاین‌های مختلف که اینا این فرش قالینا را به صورت عموم به شکل عمده برای دیگر پرچم فروش‌های داخل امریکا اینا می‌فروشند.